تلاش درخواست ها و بیانیه های سازمان بین المللی حقوق بشری برای جلوگیری از بازگرداندن و تحویل حسن آل ربی جوان شیعه عربستانی از مراکش به کشورش فایده ای نداشت و در نهایت او توسط مقام های مراکشی به نیروهای امنیتی حکومت سعودی تحویل داده شد. اکنون منابع خبری عربستانی فاش کرده اند که او در یک قدمی اجرای حکم اعدام قرار دارد و هر لحظه ممکن است نیروهای آل سعود گردن او را با شمشیر بزنند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. آنچه سازمان های حقوق بشر نسبت به آن هشدار داده بودند به واقعیت تبدیل شد و حسن آل ربی فعال شیعه عربستانی از زمانی که مقام های مراکشی حدود یک هفته پیش او را به عربستان تحویل دادند هیچ خبری در دسترس نیست. بر اساس رویه مشخصی که همواره توسط مقام های سعودی با ناپدید شدن اجباری زندانی عقیدتی دنبال می شود معلوم نیست او در چه زندانی و در چه شرایطی است و هیچکس از وضعیت و سرنوشت او اطلاعی ندارد و حتی خانوادهش نیز به دلیل نگرانی های روزافزون درباره سرنوشت او نمیتوانند به خبر یا اطلاعاتی درباره او دسترسی داشته باشند. همه چیز نامعلوم شده اما با توجه به داده هایی که برخی از آنها توسط برادر وی که در کانادا زندگی می کند و احمد نام دارد فاش شده است سرنوشت او از پیش معلوم شده است حسن را به کشور جنایتکاری تحویل دادن و سرش را قطع خواهند کرد احمد به خبرگزاری فرانسه گفت مقام های سعودی میخواهند حسن را گروگان نگه دارند تا او را تحت فشار قرار دهند تا به محل اختفای برادرشان منیر اعتراف کند منیر یک فعال حقوق بشر و منتقد حکومت آل سعود است که از ترس ظلم تعقیب کنندگان خود مخفی شده است مقام های سعودی پیش از این حسن و دو برادرش حسین و علی را در فوریه 2021 دستگیر کرده بودند. در حالی که حسن و حسین را یک روز پس از دستگیری آزاد کردند، همچنان به بازداشت برادر بزرگتر علی که بعدا در نوامبر به اعدام محکوم شد ادامه دادند. دولت سعودی پیش از این دو پسر اموی آنها را در یک اعدام دست جمعی سی نفری از جمله 33 شیعه در آوریل 2019 به بهانه شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی اعدام کرده بود. این حقایق نشان می دهد که حسن آل ربی بدون شک در معرض شکنجه با روش های مختلف و ناپدید شدن اجباری برای گرفتن اعترافات به زور برای جنایاتی که مرتکب نشده خواهد شد که منجر به محاکمه ناعادلانه و تهدید جان او خواهد گردید. از این رو مراکش در قبال شکنجه هایی که انتظار می رود رژیم سعودی علیه این جوان شیعه به کار رود مسئولیت دارد مراکش علا رقم درخواست های حقوق بشری و درخواست برای عدم استرداد حسن آل ربی او را به مقام های سعودی تحویل داد و در نتیجه کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه غیر انسانی یا تحقیر آمیز را نقض کرد زیرا مراکش یکی از کشورهای امضا کننده آن است. مراکش به طرز مشکوکی درخواست های چندین سازمان حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر و اف بین الملد را برای عدم استرداد حسن آل ربی به عربستان را نادیده گرفت تصمیمی که محافل حقوق بشر آن را به منافع متقابل سیاسی و اقتصادی ریاض و روبات نسبت دادند لازم به ذکر است تاکنون ده ها تن از شیعیان عربستان توسط دستگاه امنیتی آل سعود دستگیر شدند اگرچه دستگیری فعالان شیعه و مخالفان حکومت سعودی همواره در پادشاهی عربستان وجود داشته اما از زمان روی کار آمدن محمد بن سلمان در سال 2017 روند دستگیری و سرکوب شیعیان و مخالفان سعودی به طرز چشمگیری افزایش یافته است در ماه می 2019 دولت سعودی 37 نفر را اعدام کرد در 12 مارس 2022 هم 41 شیعه از مناطق الاحصاب و القطیف در شرق کشور عربستان اعدام شدند علی اکبری اخبار شیعه